بر شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا من علی اصغر رمزانپور هستم و خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا نگاهی بیندازیم به تحولات داخلی و خارجی در ایران البته صحبت کردن در مورد سیاست و خبرهایی که بیشتر هم خبرهای تلخ و ناگوار درست یک روز قبل از اینکه همه در ایران دارن آماده میشن برای سیزده به در و آخرین روز تعطیلات نوروزی رو گذروندن خیلی شاید مناسبتی نداشته باشه ولی به هر حال اتفاقاتی در هفته گذشته رخ داده که نمیشه اونها رو نادیده گرفت و من سعی میکنم که خیلی مختصر به مهمترین این اتفاقات بپردازم از اینکه در طول این برنامه به حرفای من توجه میکنید سپاس گذارم روز پنجشنبه وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که برای این کشور و متحدان اروپای اون محرز هست که اون چیزی که به عنوان سلاح های مورد استفاده حوسی ها در یمن ازش نام برده میشه و از بخشی از اونها چه موشک ها و چه سلاح های دیگه علیه عربستان سعودی استفاده میشه از جانب ایران تأمین میشه این سخنان آقای لودریان وزیر امور خارجه فرانسه بعد از اینه که در سه ماه گذشته دو هیئت کارشناسی از طرف سازمان ملل به یمن رفتن و اونها هم شبیه همین گزارش رو دادن و این حرف های آقای لودریان دو روز بعد از اون هست که عربستان سعودی اعلام کرد که بعد از پرداب هفت موشک به طرف این کشور که برای اولین بار عربستان سعودی اعلام کرد که زخ... یک نفر اونجا یک فرد ظاهرا مصری اونجا زخمی شده ام... حق خودش رو برای پاسخ دادن به این اقدام به ایران اه... محفوظ نگه میداره که این سریحترین تهدید نظامی بود که عربستان سعودی اه... علیه ایران اه... مطرح کرده درست همزمان با این صحبت ها محمد بن سلمان ولیعت عربستان سعودی هم که در همچنان در امریکا به سر میبره و سفری داشت به دفتر سازان ملل در نیویورک و با مقامات سازان ملل گفتگو او کرد مصاحبه ازش منتشر شد که در اون مصاحبه میگه که دورنمای اون این هست که ما ب... میگه که ما احتمالا بین 10 تا 15 سال آینده با ایران درگیر خواهیم شد و این سطح تحریم هایی هم که الان ازش گفتگو میشه کافی نیست برای اینکه به ما اطمینان خاطر بده بنابراین پیش بینی ما این هست که ما در ده الی 15 سال آینده مجبور به رویارویی با ایران خواهیم بود بر این اساس میتونیم بگیم که در زمانی که سطح تهدید نظامی عربستان سعودی علیه ایران تقریبا به بالاترین سطح خودش رسیده فرانسه هم که وزیر خارجش درست چند هفته پیش به تهران سفر کرده بود و ظاهرا در بهترین شرایط روابط با ایران از بعد از برجام و در جریان تحریم های برنامه اتمی ایران به سر میبره او هم این رو به زبان آورده و از یک جنبه دیگه این صحبت وزیر خارجه فرانسه به این خاطر مهمه که این صحبت ها درست یک روز بعد از اون اعلام شده که سفیران 28 کشور عضو اتحادی اروپا روز چهارشنبه در واقع در نشستی که داشتن در مرکز اتحادیه اروپا در بروکسل مسئله تحریم ها علیه ایران رو بررسی کردند. تحریم هایی که همونجور که میدونیم در جهت اون نگرانی هایی که ترامپ گفته سبب خواهد شد که از برجام خارج بشه بر اساس این توافقی که روز چهارشنبه صورت گرفت مقام های اروپایی گفتند که در اجلاس نشستی که رهبران و یا وزرای خارجه حضور خواهند داشت در روز 16 آوریل یعنی تقریبا دو هفته دیگه این تحریم های جدید رو علیه ایران اعمال خواهند کرد این در حالی که میدونیم تقریبا تا عواست ماه می یعنی دقیقا تا هفته اول ماه می اون مهلتی که امریکا یعنی تقریبا تا نزدیک به یک ماه دیگه اون مهلتی که امریکا اعلام کرده بود برای اینکه از برجام خارج میشه اگر تحریم ها علیه ایران افزایش پیدا نکنه و یا برجام تحصیل نشه زمانی هست که اروپایی ها میخوان این زمان رو داشته باشن تا بتونن در این چند هفته با امریکا بر سر مسئله برنامه اتمی ایران مذاکره بکنن اما حالا صرف نظر از اینکه بر سر تحریم های در سر برجام چه خواهد اومد که الان این روزها تقریبا در سالگرد امضا شدن اون توافق نامه برجام هستیم مهم اینه که این تحریم هایی که اروپایی ها دارن اعمال میکنن و در نشست وزرای خارجه تصیب خواهد شد اتمالا تا دو هفته دیگه مبناش در واقع دسترسی بیشتر برای کنترل برنامه موشکی ایران و به طور رسمی برای اولین بار شبه نظامیان و فرماندهان نظامی ایران که در منطقه هستند و چیزی نزدیکی به چهارده مؤسسه و نهاد ایرانی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با برنامه موشکی و برنامه اتمی ایران همکاری میکنند در درون این تحریم قرار خواهند گرفت و این زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه اون قدنامه‌ای که شورای امنیت در مورد برنامه موشکی ایران داشت و در اونجا خواسته بود که ایران برنامه موشکی با اهداف نظامی رو اتمی رو توسعه نده اون رو درش تجدید نظر بکنه و این حتی امکان اعمال تحریم های تازه در سطح بین در سازمان ملل علیه ایران رو افزایش میده یعنی مستقل از این که بر امریکا از برجام خارج بشه یا نه و مستقل از این تحریم های گروپای ها تا دو هفته دیگه علیه ایران اعلام خواهند کرد فرایند کلید میخوره که میتونه منجر به تحریم به وضع تحریم های تازه در شورای امنیت حتی علیه ایران بشه و تا الان دیپلماسی ایران خیلی از خودش تحرک نشون نداده که بتونه با این جریان مقابله بکنه همونطور که در برنامه قبلی اشاره کردم سه کشور یعنی اسپانیا، اتریش و, و ایتالیا گفتن که موافق تحریم های جدید نیستند ولی میدونیم که در جایی که فرانسه و آلمان و بریتانیا با پشتیبانی امریکا خواهان اعمال این تحریم ها باشن این کشورها توانای محدودی خواهند داشت برای اینکه جلو این تحریم ها رو بگیرن اگرچه از نظر قانونی در اتحادیه اروپا به این شکل هست که باید همه این 28 کشور عضو موافق باشن ولی خب احتمالا قانع کردن این کشورها برای راه دادن خیلی کار دشواری نخواهد بود خب این هزینه گسترده ای که ایران داره میپردازه برای من خیلی جالب بود وقتی که داشتم در همین هفته گذشته در همین روزهای گذشته گزارش های مربوط به آتش سوزی در منطقه کجور در شمال ایران رو میخوندم که منطقه کجور یک منطقه بسیار مهمی از نظر هم از نظر زیست مهم محیطی و هم از نظر تاریخی و این آتش سوزی چند روز است که ادامه داره نزدیک به دویس هکتار بر اساس آخرین آماری که دادن از این جنگل ها سوخته و گزارش هایی که در مطبوعات ایران در مورد خاموش کردن این میخونه که خاموش کردن با بیل هست و ابزاری که بسیار ابزار اولیه است و بعد از دو روز آتش سوزی فقط یک دونه هلیکوپتر اونجا برده شده یک هلیکوپتر کوچیک که فقط میتونسته 20 لیتر آب بپل همون در واقع بریزه و بعد همون هم قد شده و خود فرمانده اون گروه در واقع تیم بسیجی که داره کار خاموش کردن رو در اونجا انجام میده گفته که ما به چیزی بین 8 تا 10 هلیکوپتر احتیاج داریم که برای اینکه بتونیم دامنه این آتش رو محدود بکنیم مگر اینکه باران بیاد و اگر باران نیاد ما هیچ امیدی نداریم که این آتش سوزی رو تمام بکنیم در حالی که این سطح گسترده از جنگل ها در ایران به راحتی می سوزه و کاری که با چند هلیکوپتر آتش سوزی که میتونه با چند هلیکوپتر بهش پایان داده بشه چین امکاناتی در مرکز مهمترین جنگل ایران وجود نداره و اون وقت این در حالی که بیشترین امکانات صرف همونطور که اشاره کردم فعالیت های نظامی میشه که ایران در کشورهای دیگه انجام بیده الان اشاره کردم به مسئله جنگل ها بعد نیست به یک خبر دیگه هم اشاره بکنم که نمایندگان مجلس در واقع گفتن در مورد میزان فرسایش خاک در ایران و گفتن که میزان فرسایش خاک در ایران دو برابر و نیم میانگین جهانیه و بیشتر از میانگین فرسایش خاک در آسیاس یعنی یکی از بالاترین میزان فرسایش خاک در ایران صورت میگیره و همین نمانده های مجلس گفتن که این در حالیه که نزدیک به ده سال هست که لایحه حمایت از حفاظت از خاک که قوانین رو برای حفظ خاک در ایران تصیب میکنه همچنان در مجلس مونده یعنی به نظر میاد اساسا اولویت های ملی کاملا متفاوت هست بین اون چیزی که کارشناسان از اون صحبت میکنن و سیاست مداران در سطح بالاتر در ایران ازش صحبت میکنن برگردیم به در واقع مسائل سیاسی اون اتفاقی که ما در هفته گذشته بسیار باش روبرو بودیم ادامه بسنشینی گروه احمدی نژاد بود در امامزاده ساله تجریش بس نشستن در اعتراض به نگرانی از وضعیت آقای بقایی و همینطور در این بیانیه اشاره میشه به وضعیت کلی زندانی ها و آزادی ها که خب حمله مستقیمی هست دوباره به قوه قضاییه و آقای خامنه ای ولی اون تحول مهمی که در این هفته داشتیم دو صحبت داشتیم یکی صحبت آقای دهقان مشاور آقای خامنه که آقای این مشاور دفاعی آقای خامنه ای میگه که آقای احمد نژاد مثل در مسجده نمیشه کندش نمیشه سوزوندش و تعبیری که به کار میبره و برای من جالبه میگه که آقای احمد نژاد خیلی هوشیارانه داره عمل میکنه و این مثل یک گلوله آتیش میمونه که مقامات در ایران هر لحظه اینو دست در یه شرده به دست یه کسی میدن برای اینکه نمیتونن اینو در دست یه نفر نگه دارن و همینطور آقای باهنر هم همین صحبت رو کرده که نشون میده که از نظر اقتدار سیاسی شرایط در ایران به نحوی کاهش پیدا کرده با افور روبرو شده که حتی چهره ای مثل احمدی نژاد که خیلی در سطح عمومی وقتی که دوره ریاست جمهوریش به پایان رسید با استقبال عمومی روبرو نبود در طی این مدت تونسته با اشاره به چند خواسته ای که خب به اون خواسته ها حداقل در بیان خواسته های عمومی هست و انتقاد هایی که نسبت به قوه قضایی مطرح کرده عملا به یک چهره تبدیل بشه که تبدیل بشه به یک مشکل برای کل نظام سیاسی در ایران و الان مشاور آقای خامنه ای بگه که امکان برخورد با آقای احمدی نژاد وجود نداره چون به خصوص بعد از بازداشت آقای اسفندیار رحیم مشایی تصور این بود که تا حدی این مسیر اعتراضهای آقای احمد نژاد کنترل میشه ولی این بست آخر هفته گذشته که از آخر هفته گذشته شروع شد در امامزاد سال نشون داد که خیلی هم حل مسئله احمد نژاد برای ای، آقای خامنه و برای فضای سیاسی در ایران آسون نیست و این نشون میده که آقای احمدی نژاد با وجود همه در واقع نگاه های منفی که در مواردی بهش وجود داشت موفق شده عملا قوه قضایی ایران رو در موقعیت بسیار دشوار قرار بده که هیچ حمایت گسترده از حالا غیر از از ناحیه سپاه پاسداران و آقای خامنه‌ای که صورت میگیره از نظر نفوذ اجتماعی حمایت گسترده از قوه قضایی دیده نمیشه مسئله بعدی که فکر میکنم در جریان اتفاقات در درون ایران باید بهش بپردازیم مسئله بسته شدن دوباره مجتمع نیشکر هفته پس مجتمع نشکر هفتپه بعد از اعتراضهای گستردی که بهش بود یک بار در اواخر اسفند ماه تعطیل شد دوباره از به اصطلاح روزهای آخر سال گفتن که بازگشایی شد ولی باز دوباره هفته پیش صاحبش اعلام کرد که اون رو تعطیل میکنه و صاحبش یکی از دلایلی که اعلام کرده برای این تعطیلی غیر از اینکه گفته فعلا توانایی پرداخت حقوق کارکنان رو کارگران رو نداریم این هست که نگران آسیب دیدن تاسیسات کارخون است معنای این صحبت اینه که حد درگیری بیان کارگران و نشگر هفته په که چند هفته پیش منجر شد به مرگ مبهمی یک کارگر که البته گروهی گفتن خودکشی کرده ولی هنوز بعد از یک ماه مقام های رسمی مقام های استان هیچ پاسخ رسمی ندادن در مورد علت مرگ این کارگر الان به جای رسیده که نگران این هستن که کارگران آسیب بزنن به تاسیسات نشکر هفته و شما در نظر بگیرید کارگرانی که برای یک مجموعه کار میکنن و به اون مجموعه علاقه دارن روش حساسیت دارن به جای رسیده باشن که حالا صاحب کار بگه که نگران صدم زدن به این کارگاه هست میتونیم بگیم که در واقع صاحب کار و احتمالا مقامهای امنیتی این کارخونه رو به این دلیل تعطیل کردند که نگران شورش کارگران بودند و خواستن از این طریق جلو تجمع ام، کارگران رو ام بگیرن و بنابراین این میشه گفت که عملا اون وعدهایی که وزیر کار در زمان رأی اعتماد خودش در پاسخ به استیزاه در مجلس داد و اشاره کرد که سعی میکنه مشخصا اشاره کرد به مسئله نیشکر هفته و سعی میکنه این مسئله حل بکنه حل مسئله بیشتر از طریق فعلا تعطیل کردن کارخونه و جلوگیری از تجمع کارگران صورت گرفته مسئله دیگری که شاید بد نباشه بهش اشاره بکنیم مسئله گفتگوهایی که در هفته گذشته در درون فضای سیاسی ایران صورت گرفت بر سر مسئله جایگاه اصلاح طلبان در ایران دو خبر مهم در این زمینه داشتیم یکی نامه آقای تاجزاده بود به احمد توکلی و یکی هم گفتگویی که سایت جماران داشت با سعید حجاریان و با خانم فاطمه صادقی دختر آیت الله خلخالی پیش از اینکه به نامه آقای تاجزاده بپردازم یک توضیح بدم که آقای تاجزاده و آقای احمد توکلی یک سابقه در واقع تنش دیرینه دارن و اونم برمیگرده به سالهای اول بعد از انقلاب که سازمان مجادین انقلاب اسلامی دوچار یک انشعاب شد احمد توکلی به جناح به اصلا راست که نزدیکتر بود به اون زمان آیت الله راستی که در واقع نمایندگی میکرد آقای خمینی رو در سازمان مجدد انقلاب اسلامی نزدیک شد و به جناه راست و حالا اون چیزی که الان معروف شده به اصولگراها نزدیک شد و خب آقای تاجزاده به جناه چپ که اون موقع رهبریش رو به ازاد نعوی در دست داشت نزدیک شد و کلا اون گروه زیر ضرب دستگاه های امنیتی در اون موقع قوه قضاییه و وزارت اطلاعات رفتند و خب مسیرش مسیری شد که به زندان های مکرر هم برای بهزاد نحوی هم برای مصطفی تاجزاده منجر شد و اونها رو در یک مسیر دیگه قرار داد در این نام آقای تاجزاده در واقع ضمن اینکه برمیگرده به اون سابقه رو در حدی توضیح میده نکاتی که ابراز میکنه در مورد شرایط کشور به معنای این هست که حتی جناهای نزدیک به اصلاح طلبان در درون ایران تقریبا امید خودشون رو که بشه ساختارها رو عوض کرد بشه اصلاح کرد به شدت دارن از دست میدن اگر این نامه آقای تاجزاده رو مقایسه بکنیم به با جوابی که دو ماه پیش به محسن مخملباف داده بود که محسن مخملباف در اون زمان میگفت که امیدی به ادامه اصلاحات نیست و تاجزاده به اون در واقع پاسخ داد در این نامه آقای تاجزاده تاثیرهای این نگاه رو میشه دید بنابراین میشه گفت که حداقل در جناحی از اصلاهطلبهان در ایران یک تغییر نگاه اساسی نسبت به شرایط کشور در حال جریان گرفتن هست این همون نکته ای که در اون مصاحبه ای که آقای حجاریان داره با سایت جماران بهش گفته میشه اصلاح اصلاحات و البته میپذیره که اصلاح طلبان عملا توانایی جریان های اجتماعی رو در ایران از دست دادن و تا اصلاح طلبان خودشون رو اصلاح نکنن که البته آقای حجاریان چون معمولا یک جور مخفی کاری از این نظر هم داره توضیح نداده که دقیقا این اصلاح چجوری امکان پذیر هست در ایران در جنبش اصلاحات در ایران ولی به هر حال این نگاه تند انتقادی آقای تاجزاده و همطور حجاریان به شرایط اصلاح طلبان احتمالا بر موزگیری اونها در فضای سیاسی ایران در ماهای آینده تاثیر خواهند داشت و رابطه ای داره با لحن تندتری که آقای خاتمی در پایان سال گذشته داشت نسبت به شرایط کشور و به اون هشدار داد که حالا در هفته های آینده اگر فرصت شد راجب به این بیشتر من صحبت خواهم کرد از اینکه در طول این برنامه با من همراه بودید سپاسگزارم برای شما هم چیز بدر شادی آرزو می کنم و هم امیدوارم که هفته بعد از این تعطیلات نوروز هفته پرباری رو آغاز بکنید تا برنامه دیگه برای شما همه خوبی ها رو آرزو می کنم